بعد از انجام عملیات وعده صادق دو تقریبا تمام دنیا مطمئن هستند که اسرائیل قرار پاسخ این حملات رو بده و فعلا فقط بحث اینه که این اهداف انتخاب بشه آمادگی های حملات بعدی ایران رو داشته باشن و از لحاظ دیپلماتیک با آمریکایی ها هماهنگی انجام بدن تا احیانا اگر جمهوری اسلامی خواست بهشون پاسخ بده بتونن از خودشون دفاع بکنن چون دیدیم توی عملیات وعده صادق دو که اسرائیلیا به تنهایی از پس خودشون بر نمیان و باید یک قدرت بزرگتر مثل آمریکا کنارشون حتما ایستاده باشه اما تو این ویدیو میخوایم بررسی بکنیم که اهداف احتمالی اسرائیل چی میتونه باشه چه نقاطی رو ممکنه هدف بگیرن و پوشش پدافندی ما به چه شکله و یک تحلیل انجام بدیم درست قبل از این حمله و اینکه دستمون بیاد وضعیت کشورمون به چه شکله درود بر شما من الیاس فروخم اینجا پرشین ترنده و با یک ویدیوی دیگه در خدمتتون خب هستم اول اینکه بازم تاکید میکنم آرزو میکنم هیچ وقت این حمله شکل نگیره و زیر ساخت های کشورم نابود نشه و مشکلی برای مردم کشورم پیش نیاد پس اینکه ما داریم در مورد این حملات صحبت میکنیم به معنی علاقه داشتن یا خوشحال بودن نیست لطفا اینطوری کسی برداشت نکنه ولی اهدافی که اسرائیل یا مدت هاست دارن در موردش صحبت میکنن رو توی سه تقسیم بندی بزرگ میتونیم قرار بدیم اهداف هسته ای تاسیسات نفتی و پایگاه های نظامی اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی که بیت رهبری هم کنارش قرار میگیره یعنی توی تهدیداشون بیت رهبری هم بوده که البته از نظر من این کلا ملغاست و اسرائیل سراغ بیت رهبری نمیرن به خاطر خط قرمزایی که وجود داره خط قرمزای بزرگی که قدرت‌های جهانی برای همدیگه کشیدن این رو بعد از توی گزینه بذاریم کنار ولی خب تهدیدش رو کردن و ما هم می اینجا میگیم که این تهدید رو کردن ولی مطمئن باشید جرأت این کار رو ندارن داخل پرانتز بگم حمله به بیت رهبری به جز این که دیگه مرحله آخر درگیری بین ایران و اسرائیل میتونه باشه نیاز به اجازه قدرت های بزرگتری مثل آمریکا، چین و روسیه داره که خب اسرائیل قطعا نمیتونن هزینه های همچین کاری رو قبول بکنن و فکر نمی کنم سراغش برن اما اجازه بدید با هم دیگه بریم روی نقشه و بررسی بکنیم ببینیم این اهدافی که تا الان گفتن چیاس کجا قرار داره و به چه شکلی احتمالاً سامانهای دفاعی ما باید عملیات دفاعی خودشون رو انجام بدن این تصویری که مشاهده میکنید یک نقشه از اهداف احتمالی ایرانه که اسرائیلیا در نظر دارند داخل این نقشه سایت های نظامی اطلاعاتی و رهبری مشخص شده علاوه بر این مکانها محل های احتمالی حملات پایگاه های مختلف و سایت های استراتژیک ایران رو هم مشخص میکنه مکان هایی که با دایره های نارنجی نشون داده شدن به بیت رهبری و مراکز اطلاعاتی اشاره دارند دایره های قرمز موشکی و سایت پرتاب موشک رو نشون میدن دایرهای سبز رنگ نشان دهنده پایگاه های نیروی هوایی هستند. دایره های آبی نمایش دهنده پایگاه های دریایی هستند. و دایرهایی که خدچین شدن پوشش پدافندی هوایی جمهوری اسلامی رو نشون میدن. این اطلاعاتی که داخل این نقشه هست رو میتونیم به شش قسمت تقسیم بکنیم. بخش اول شمال غربی ایرانه که شامل تبریز و ارومی است. ما در تبریز پایگاه موشکی و سایت های پرتاب رو داریم به همراه یک پایگاه نیروی هوایی و در ارومیه هم سایت های نظامی ارتش هستند قسمت دوم شمال ایرانه ما در بندر انزلی و رشت پایگاه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی هوایی ارتش رو داریم در قسمت تهران بیت رهبری سایت های نظامی مراکز ارتباطات ویژه و سایت های منطقه سپاه پاسداران وجود دارند و در منطقه شاهرود یک پایگاه موشکی و سایت آزمایشی رو داریم قسمت سوم مرکز ایرانه ما در عراق و اصفهان مراکز مختلف موشکی و پایگاه نیروی هوایی داریم در خمین مقر سپاه و سایت های مختلف نظامی وجود دارند در قسمت چهارم که جنوب غرب ایرانه شامل شیراز که مرکز موشکی و تولید تجهیزات نظامیه و بندر ماهشهر که پایگاه نیروی دریایی سپاه هستش قسمت پنجم جنوب ایران که شامل اصلوی است که یک پایگاه نیروی دریایی داریم و در بندر عباس مقر ناوگان جنوبی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایرانه برای بخش ششم هم که در مشهد زاهدان و بیرجند پایگاه های نیروی هوایی هستند و وظایف کنترل مرزهای شرقی کشور را دارند توی این نقشه که خود اسرائیل منتشر کردن ما پوشش گسترده دفاع هوایی کشور رو میبینیم برای مثال نقاط استراتژیک مثل تهران و اطراف اون پایگاه های هوایی زیادی هستند تا از مراکز حساس و پایگاه های صنعتی و نظامی محافظت کنند توی این تصویر هم نقشه از مراکز و حوزه های مسئولیت نیروی دریایی ایران رو نشون میده در این نقشه بخش های مختلف نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که با نماد IRIN نشون داده میشن و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با نماد IRGCN مشخص شدن در مورد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی مکانهایی که مشخص شده مقر فرماندهی نیروی دریایی که در تهرانه و ناوگان دوم دریایی که مسئولیت حفاظت از خلیج فارس و دریای عمان و نقاط کلیدی در بندر بوشهر و بندر عباس رو به عهده دارد ناوگان سوم دریایی ارتش هم در دریای عمان و نزدیکی چابهار مستقره و معمولا دریای عمان تحت پوشش ارتش قرار داره ناوگان چهارم دریایی ارتش جمهوری اسلامی هم در دریای کاسپیان و نزدیکی بندر انزدری فعاله اما از اون طرف نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با IRGCN نشون داده میشه مقر اصلیش و فرماندهیش در بندر عباسه ناوگان دوم نیروی دریایی سپاه هم در خلیج فارس و در نزدیکی جزایر استراتژیک و بندر بوشهر قرار دارند. ناوگان دریایی سوم سپاه هم در منطقه شمالی خلیج فارس نزدیک به بندر ماهشهر فعالیت میکنند ناوگان چهارم نیروی دریایی سپاه هم در اصلویه مستقره و وظیفه امنیت محدوده غربی خلیج فارس رو به عهده گرفته توی این نقشه مناطق تحت مسئولیت نیروی دریایی ارتش به رنگ سبز روشن مشخص شده و مناطق تحت مسئولیت سپاه پاسداران به رنگ آبی خاکستری مشخص شدن مناطق هاشور خوردم منطقه فعالیت مشترک هر دو نیرو هستش اما نقشه سوم نقاط کلیدی و زیرساختهای مهم نظامی هسته و انرژی ایران رو نشون میده مناطقی که نماد زردرنگ اتمی رو داره مکانهایی مثل فوردو یزد و ساغند هستند فوردو یکی از تأسیسات مهم قنیسازی ایرانه که در جنوب تهران و نزدیکی قوم واقع شده این سایت به دلیل قرار گرفتن در اعماق زمین از انواع حفاظت طبیعی و غیرطبیعی برخورداره و اسرائیلیا برای اینکه بخوام به این سایت برسن نیاز دارم از بوم های سنگر سنگرشکن بسیار پیشرفته استفاده کنن مکان دوم هم ساغند هستش یک معدن اورانیوم در استان یزد که برای تامین اورانیوم مورد نیاز فعالیت‌های هسته‌ای استفاده میشه و سایت سوم هم یزد این منطقه هم در برگیرنده منابع اورانیوم و نقش حیاتی در زنجیره تامین مواد خام برای غنی‌سازی و سوخت هسته‌ای داره سایر سایت هایی مثل برامین، ترقوزاباد، عراک، نتنز، اسفهان، مریوان و بوشه هم سایت های مهمی که برای زیر های حسدی ما احتیاج داریم و هر کدوم از اونها اهمیت خاص خودشون رو دارن و میتونن جز هدف های اسرائیلیا قرار بگیرن اگر قرار باشه اهداف هسته ما را هدف قرار بدن نقاط قرمز رنگی که با آرم جمهوری اسلامی علامت گذاری شدن پایگاه های موشکی مثل تبریز، کرمانشاه، عراق و امام علی هستند. جمهوری اسلامی در این سالها پایگاه های موشکی متعددی رو ساخته مکان مثل تبریز، کرمانشاه، عراق و امام علی به عنوان پایگاه های مهم موشکی ایران شناخته میشن این پایگاه ها برای آزمایش و ذخیره موشک ها استفاده میشن و بخش حیاتی از توان دفاعی و نظامی ایران در این پایگاه ها مستقر شده. به جز اینها مرکز پرتاب فضایی امام خمینی یکی از مهمترین سایت های ایران برای پرتاب ماهواره و توسعه فناوری هوافضا گفته میشه آزمایش های موشکی و موشک های بالستیک هم در این سایت انجام میشه. برای همین میتونه جز اهداف بالقوه اسرائیلیا باشن اما نقاطی که با رنگ مشکی و آیکون نفت انتخاب شدن شامل پالشگاه های نفتی و پایانه ها و تاسیسات نفتی هستند پالشگاه های مهم ایران مثل پالشگاه تهران آبادان بندرعباس به عنوان مراکز اصلی پالایش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی فعالیت میکنند این پالایشگاه ها نقش حیاتی در اقتصاد انرژی ایران و تامین فراورده های مختلف نفتی دارند اما مکانهایی مثل بندر خارک اصلویه از, از مهمترین مراکز صادرات نفت و گاز ایران محسوب میشن این تاسیسات به دلیل موقعیت استراتژیک خودشون در حاشیه خلیج فارس و توانایی صادرات حجم گسترده ای از نفت از اهمیت بالایی برخوردارند. و این زیرساختها ها برای تامین انرژی داخلی و صادرات نفت و گاز حیاتی هستند و تأثیر بسزایی در اقتصاد و موقعیت ژئوپلیتیک ایران دارند این تصویر هم سامانه های پدافندی ما رو نشون میده و نشون میده هر سایتی یا هر قسمتی از ایران چه سامانه هایی رو داره توی این نقشه مکان های مهم هسته ای تأسیسات نفتی و پایگاه های موشکی دوباره مشخص شدن دایره های آبی سامانه سوم خرداد رو نشون میده و نشون میده تا چه قسمتی رو تحت پوشش قرار میدن نقاط قرمز رنگ سامانه استیصد ایرانه و میبینید که روی اکثر سایت های هستهی و تأسیسات نفتی ما پایگاه های سی رو داریم دایره های مشکی رنگ هم سامانه باوش 373 هستش که بیشترین پوشش رو میدن اما همینطور که توی این نقشه ملاحظه میکنید به خاطر گستردگی زیاد ایران تمام کشور زیر لایه های پدافندی کشور نیستن و ما تقریبا شرق کشورمون و قسمت های از غرب کشور اصلا تحت پوشش پدافند نمیتونن باشند. به جز اینکه قسمت های زیادی از کشور تحت پوشش سایت های پدافندی نیستن حتی قسمت هایی که تحت پوشش هم هستن به خاطر مناطق کوهستانی و در راهی که وجود داره جنگند رادارگریز رادارگوریز اسرائیلی یا آمریکایی میتونن از اونها استفاده بکنن و در عمق خاک ما نفوذ بکنن البته طبق اطلاعاتی که من دارم حتی جاهایی که تحت پوشش سایت های راداریمون یا سایت های پدافندیمون نیست ما نیروی انسانی داریم و اونجا نگهبانی میدن اگر جنگنده ای رد بشه از مکانهای کور راداری حتما با بیسیم یا خطای مخابراتی مخصوص خودشون اطلاع میدن و یه جورایی این ضعف ها رو سعی کردن با نیروی انسانی پوشش بدن که حرکت جالب و خلاقانه ای بود در کل باید بگم ما کشور پهناوری داریم و پوشش تمام این کشور ممکن نیست حتی اسرائیلیا با وجود اینکه کشور کوچکتری دارن و سامانهای بروزتری دارن باز هم نتونستن از همه کشورشون حفاظت بکنن و آسیب پذیریشون دیده شد ما که جای خود داریم مخصوصا اینکه یک سری از سامانهای ما سامانهای های 300 روسی هستن که خب دیگه تقریبا قدیمی تر محسوب میشن یا سامانهای بومیمون هنوز اونجوری که باید محک نخوردن و ما باید ببینیم توی مثلا اتفاقات اخیر چطور میتونن از پس جنگنده آمریکایی یا اسرائیلی بر بیان آیا همون قدری که تبلیغات میشه یا گفته میشه که این سایت های پدافندی میتونن تا 300 400 کیلومتر رو پوشش بدن واقعا میتونن این کار رو انجام بدن یا با چه کیفیتی میتونن این کار رو انجام بدن همه اینها میتونن خودشون رو توی حملات احتمالی اسرائیل نشون بدن و به ما ثابت بکنن که چند مرده حلاجن در نهایت باز هم آرزو میکنم هیچ حمله ای از اسرائیلیا روی کشورم انجام نشه و اگر حمله ای هم انجام شد سایت های پدافندی بتونن از کشور دفاع بکنن برای مثال سعی کردم توی نقشه ها اهمیت سایت های اقتصادی یا نفتی رو بهتون شرح بدم عملا اگر این سایت ها مورد هدف قرار بگیرن کشور تقریبا با مشکلات اقتصادی بزرگی مواجه میشه قیمت دلار سر به فلک میزنه و معلوم نیست چه برای سر مردم ایران میاد جبران کردن این ضربه هام با این تحریم های بین که داریم تقریبا غیر ممکن میتونه باشه و فقط میتونم آرزو بکنم که حمله به کشورم انجام نشه اما نظر شما چیه در نهایت فکر میکنید کدوم یکی از این سایت ها مورد هدف اسرائیل قرار بگیره و بنیامین نتانیاهو و شرکای آمریکایی اون کدوم اهداف رو انتخاب میکنند نظراتتون رو کامنت کنید همه اونها رو میخونم و تا جای ممکن بهشون پاسخ میدم تا ویدئوی بعدی خدا نگهدارتون